فعلا حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل دینی از بن آلمان با ماست. آقای اشکوری، وقتی که ما حرف از قدرت میزنیم، چهره های قدرتمند در ایران میزنیم، شاید بد نباشه که نگاه اونها رو به روشنفکری دینی و همینطور فراهم کردن فضای نواندیشی دینی هم بسنجیم، به خاطر اینکه این یکی از مقوله های بسیار مهمی بوده که در 30-40 سال اخیر مطرح شده. از این نظر، از نگاه روشنفکران دینی چه کارنامه‌ای داره اکبر هاشمی رفسنجانی؟ با سلام به شما و مخاطبان هموطن ما در هر کجای جهان، واقعیت امر این است که این واژه روشنفکر البته یک اصطلاح مبهمی است. شاید نواندیشی دینی مناسب تر باشه. اگر واژه نواندیشی دینی در ارتباط با این جریان رفرم مذهبی یا رفرمیست‌های مسلمان در این 150 سال اخیر در نظر بگیریم، آقای هاشمی رفسنجانی البته با فاصله دور در درون همین جریان نواندیشی قرار میگیره، منتها جریان نواندیشی درون حوزه، چون ما نواندیشی دینی رو از حدود 100 سال پیش یکی در درون حوزه ها میبینیم، یکی در دانشگاه میبینیم. آقای هاشمی رفسنجانی طلبه‌ای بوده از 50-60 سال پیش در حوزه علمیه قم، در اواخر دهه 30 در اونجا درس میخونده، بعد در دهه اوایل دهه 40 در اونجا بوده، در آغاز جوانی به نهضت روحانیت و آیت الله خمینی پیوست و در اون دوران پیش از انقلاب ایشان جزو روحانیون به اصطلاح نوگرا تلقی میشده. آثار و افکاری هم که از اون زمان از ایشون به جا مونده همین رو نشون میده. اصلا نویسنده بود، اهل قلم بود، اهل مقاله نویسی بود، کتاب نویسی بود. ما فراموش نکنیم 50 سال پیش، 60 سال پیش طلبه ها و روحانیون حوزه علمیه مثل امروز نبودن. ما در دهه 20 و 30 طلبه ای که قلم به دست بگیره، فارسی بلد باشه بنویسه، ما زیاد نداشتیم. شاید 10-15 نفر ما در حوزه داشتیم که بتونن قلم به دست بگیرن، اونم در اواخر دهه 30 اوایل دهه 40. ولی آقای هاشمی رفسنجانی اهل قلم بود، اهل روزنامه نگاری بود، به اصطلاح فصلنامه مکتب تشیع رو در می آورد و دو مجموعه حکمت مقاله می نوشت و بعدها هم کتاب امیرکبیر رو نوشت. نشون داد که هم به اصطلاح اهل قلم و اهل اندیشه و اهل فکره و هم از طرف دیگری هم نگاهی به جهان مدرن داره، نگاهی به جهان امروز داره، با ادبیات فارسی امروز آشناست و به هر حال در دوران پیش از انقلاب آقای هاشمی در این مجموعه می گنجید. ببینید که باز فراموش نکنیم که در پیش از انقلاب روحانی روشنفکر یا نوگرا کسی بود که اهل مبارزه باشه، اهل مخالفت با نمیدونم ستم باشه، اهل عدالت اجتماعی باشه. آقای هاشمی یکی از چهرهای شاخص این بود در درون زندان و در بیرون زندان. اما در دوران بعد از انقلاب آقای هاشمی وقتی که به قدرت رسید در دوران در دهه 60 حتی 70، آقای هاشمی به دلیل سیاست‌هاش، به دلیل حمایت‌هاش که از لاجوردی‌ها و سرکوب‌ها و امثال اینها کرد، به شدت از این فضا فاصله گرفت و حتی اون نواندیشی‌های گذشته خودش رو هم به شکلی فراموش کرد. ولی با همه این حرفا در این 8 سال، در 6 سال اخیر بعد از جنبش سبز تا حدود زیادی باز بازگشت کرد به اون جریان فکری قبلی خودش و خیلی نمادین هست که در سالگرد شهادت امیرکبیر ایشون فوت میکنه. هفته پیش دیدیم که به مناسبت سالگرد امیرکبیر کتابش رو میخونه، همون کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار رو میخونه و بعد هم از نبود و او اشک میریزه و کیگویا بر رای رفتن خودش اشک میخته. بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی رو در دورهای مختلف باید در ارتباط با نواندیشی دینی سنجید. اگر نگاه بکنیم به روشنفکری دینی در ایران و خصوصا آنچه که ما در مباحث بعد از انقلاب میبینیم، به نظر شما تا چه اندازه در دورانی که اکبر هاشمی رفسنجانی در مسند قدرت بود یا در زمانهایی که دستی بر آتش داشت در حقیقت، این فضا رو فراهم کرد یا نگاه دست کم مثبتی داشت به این فعالیت ها؟ ولی همونگونه که اشاره کردم در دهه 60 ایشون مطلقا نه تنها کمکی به اندیشه دینی نکرد یا به باز شدن فضا نکرد، بلکه در بستن فضا ایشون یکی از سرآمدان بود.
یکی از به اصطلاح حامیان سرکوب‌های فکری اجتماعی. آقای اشکبری، این رو به این دلیل از شما می‌پرسم که بسیاری میگن که مثلا اگر محمد خاتمی بر سر قدرت اومد و در زمان او مثلا در عرصه روشنفکری دینی در درون ایران گشایش‌هایی دیده می‌شد، مباحثی بالا می‌گرفت، ماحصل در حقیقت چرخشی بود که شاید یا تحملی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی از خودش نشون داد. این ارتباط مستقیمی نداره، البته با فضا ارتباط داره، به خاطر اینکه آقای هاشمی بعد از پایان جنگ، یعنی دهه 60 و یه دوره به نظر من سیاه در نظر بگیریم، در کارنامه جمهوری اسلامی از جمله آقای هاشمی رفسنجانی، ببینید بعد از دهه 60، بعد از پایان جنگ، ایشون آمد رئیس جمهور شد، در دولت خودش کار سازندگی رو آغاز کرد. البته اون نوع سازندگی و تنش‌زدایی از جهان، روابط حسنه با جهان، حتی با آمریکا، با غرب، با اروپا، با کشورهای همسایه و در مجموعه این سیاست‌هایی که آقای هاشمی ایجاد کرد، اندک فضای ایجاد شد. به همین دلیل در اواخر دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی می‌بینیم که نشریات تازه‌ای رو کار میان و منتشر میشن که قبلا نبود. روزنامه همشهری میاد، روزنامه سلام میاد، مجله ایران فردا منتشر میشه، مجله جامعه سالم منتشر میشه. اینا در اواخر دوره آقای هاشمیه. بله، فضایی که آقای هاشمی ایجاد کرد به عبارت دیگر مقتضای دولت سازندگی این بوده که یه خورده فضای فرهنگی، اونم نه خیلی سیاسی، فرهنگی باز بشه و این میراثش رسید به آقای خاتمی و دوره آقای خاتمی. و در دوره آقای خاتمی همونجور که شما به درستی میگید، در باز شدن این فضا و در گسترش اندیشه نوع مذهبی و رفرم مذهبی البته کمک کرد، ولی من روی ارتباط مستقیمی با سیاست‌های آقای هاشمی رفسنجانی نمی‌بینم. به عبارت دیگه می‌خوام بگم که آقای هاشمی در همون دوره ریاست جمهوریشون هم به طور مستقیم خیلی به اینا بهانه می‌داد، به خاطر اینکه لازمه این نواندیشی دینی، باز بودن فضای سیاسی، باز بودن فضای فرهنگی. آقای هاشمی در بسته بودن فضای سیاسی با آقای خامنه‌ای چندان تفاوتی در اون دوره نداشت، اما یک تفاوت اساسی و مهم با آقای خامنه‌ای و جناح او داشت در دوره ریاست جمهوریش، و اون این بود که آقای هاشمی به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتر بها می‌داد، ولی به آزادی‌های سیاسی نه. بله. و در نهایت می‌خواستیم نگاهی بکنیم به جایگاه سیاسیشون از دید شما، و اینکه ایشون خب از اعضای مجلس خبرگان بودن و در این اواخر هم بحث‌های زیادی مطرح شده بود درباره اهمیت این مجلس و نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز این مجلس. از این منظر نبود اکبر هاشمی رفسنجانی رو چطور میبینید؟ میتونم بگم که نبود آقای هاشمی رفسنجانی به طور کلی در این شرایط یک ضایعه بزرگی میدونم برای کل این جنبش اعتدالی اصلاحی، جنبش تغییرات تدریجی، هر نامی میخوام روش بگذاریم، در این شرایط به خصوص برای دولت آقای روحانی، به ویژه در آستانه انتخابات مجلس ریاست جمهوری آینده، که اگر آقای هاشمی بود می توانست که به کمک دولت بیاد، به کمک جبهه اصلاح و اعتدال بیاد، ولی در ارتباط با مسئله انتخابات مجلس خبرگان و به ویژه تعیین رهبر آینده، و اونچنان که من در این سالهای اخیر حرفهای آقای هاشمی رو می شنیدم و پیگیری می کردم، میتونم اینجوری استنباط بکنم که از آخرین آرزوهای آقای هاشمی این بوده که در انتخاب رهبر آینده بتونه نقش مثبتی داشته باشه، که شاید تا حدودی اون تصمیمی که در 28 سال پیش گرفت بعد از فوت آیت الله خمینی رو جبران بکنه و بتونه که در روند تحولات به نفع باز شدن سیاسی فضای جامعه، به نفع جامعه، به نفع دموکراسی، به نفع تحول‌خواهان تو جامعه کمک بکنه. این آرزو رو داشت و همون گونه که در مجلس خبرگان هم فعال شد و بالاخره لیستش هم تا حدودی برنده شد، تونست دو نفر از رقبای قدر خودش رو، دشمنان خودش رو به یک تعبیر از صحنه خارج بکنه، ولی بعد از اون وقتی که ایشون به اصطلاح موفقیت کامل نداشت یا به ریاست مجلس انتخاب نشد، یه جمله تاریخی گفت، گفت مهم این نیست که من کجا باشم، مهم این است که من باشم، وقتی که باشم میتوانم به موقع اثر بگذارم، و واقعا هم همین جور بود، چنین نقشی میتونست داشته باشه، ولی خب متاسفانه دیگه عجل بهش مهلت نداد، موفق نشد که این دوره رو ببینه، و از این نظر میتوان گفت که واقعا جای خالی آقای هاشمی رفسنجانی رو هیچ کسی و هیچ چیزی پر نخواهد کرد. ممنونم از حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل دینی از بن آلمان بود.